خیلی ممنونم. من فقط میخواستم بگم که خیلی از زندانی های سیاسی هستن که الان توی زندان کسی خبری ازشون نداره، با مشکلات بسیاری روبرو هستن. مسعود و دوستانش، نظیر شیبا نظرآرا، محمد رضا نوبخت، برسومه که چند بار خونده شد، خیلی از اینا در طول یک سال اخیر مرخصی نتونستن بگیرن و بیان از زندان بیرون. مسعود مشکلات جسمانی داره مثل دندون درد و امکاناتی نیست توی زندان که بتونه خودشو درمان بکنه، و همین که ما این صدا رو اینجا بلند میکنیم باعث میشه که بله امیدی هستش که بتونیم از طریق حقوق بشر و پتیشنی که از هفته دیگه برداشت میکنیم و انتجام کنیم بتونیم فشار بذاریم روی دولت ایران و حداقل بتونیم مرخصی بگیریم برای عزیزانمون، نه فقط داماد من. من خیلی از دوستای دیگه هم هستن که توی زندان هم و اسمشون نیومده بالا، و خواهش میکنم هر کسی که میشناسه اطلاع بده، عکساشو برای ما بفرسته و ما اسمشو جزء پتیشن میذاریم، امضا جمع میکنیم و مطمئن باشید که مفید واقع میشه و به امید آزادی تمام زندانی های سیاسی. زندانی سیاسی آزاد باید گردن، زندانی سیاسی آزاد باید گردن، مسعود باستانی آزاد باید گردن، مجید باستانی آزاد باید گردن، مجید توکلی 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 آزاد باید گردن، شیوا نظر آهاری آزاد باید گردن، شیوا نظر آهاری آزاد باید گردن، محمد رضا نوربخش آزاد باید گردن، محمد رضا آزاد باید کردن، مسعود باستانی آزاد باید کردن، مسعود باستانی آزاد باید کردن، زندانی سیاسی آزاد باید کردن، زندانی سیاسی آزاد باید کردن، زندانی سیاسی آزاد